خب توی ویدیوی قبل رفتم سراغ بحث تشکیل متغیر این حالا دابل استرینگ و بولین و اینکه حالا چجوری مقدار یک متغیر رو پرینت کنیم توی این ویدیو میخوایم این سراغ Uh, یه سری دیگه از دیتا تایپ ها حالا من واسه اینکه خیلی هم دیگه شلوغ نشه یه فایل جدید میسازم تو فولدر بینم مثلا اسمش رو می‌ذارم وری بز تو بالا خیلی حالا اسمش مهم نیست حالا که این فایل رو ساختم میام و تاب مینمو رو تشکیل میدم خب میخوام رو سراغ دیتا تایپ لیست بچه ها دیتا لیست اصلا وقتی ما متغیرم از جنس لیسته از معلومه یه لیستی داریم که چند در واقع مقدار برامون نگه میداره در آن واقع چند مقدار میتونه برامون نگه داره خب مثلا یه دونه اینت نگه میداره یه دونه نمیدونم استرینگ نگه میداره یه دونه بولین نگه میداره میتونه برامون چند مقدار رو نگه داره خیلی خب حالا من اینو چجوری تشکیل بدم به مشابه قبل دیگه من میخوام حالا مثلا اینجا تایپش رو بنویسم و اسمش رو بذارم مثلا آه. first list خب و براکت رو بازو بسته میکنم و مقادی رو توی این براکت می مثلا اول یه استرینگ میذارم سپر مقدار دوم که میخوام بنویسم خب قبل از این مقدار دوم بنویسم یه کاما میذارم که مقدار دوم اول از هم جداشن میذارم مثلا پونزده و میخوام مقدار بعدی مو بنویسم میذارم کامو میذارم و مینویسم مثلا دوازده و 200 و در نهایت بیرون براکت هم سمیکالن رو قرار میدم خب بیایم همین در واقع فرست لیستم رو پرینت کنم با هم ببینیم آه توی این دیباک باید ببینیم خب میبینیم که لیست پرینت کرد می‌بینیم که لیست من شامل یک استرینگ تایپش استرینگ شامل یک اینت شامل یک دابل خیلی خب بچا چند تا نکته اول یه چیزی بگم به طور کلی حالا مثلا شما اگه این, ف... این اسم من از دو کلمه تشکیل شده دیگه فرست لیست خب اگه این ف... اف و بزرگ کنین خب من اسمش هم اینجا تغییر بدم خب هیچ با... مشکلی پیش نمیاد هیچ اروری نمیده خب ولی شاید مرسوان حالا شاید که نه مرسوم تر به طور کلی حالا مثلا سایت خارجی هم ببینین این باشه که به صورت کمل کیس باشه اسم متغیراتون یعنی چی یعنی مثلا اگه چند تا در واقع چند تا کلمه است اسمتون تشکیل شده از چند تا کلمه اولین کلمه حرف اولش کوچیک باشه حرف اول بقیه در واقع کلماتی که توی اسم هست بزرگ باشه یعنی هم که اینجا میدید مثلا ما دو تا این اسممون فرست لیست از دو تا کلمه تشکیل شده حرف اول کلمه اول کوچیکه حرف اول کلمه دوم بزرگه خب قانونی نیست که حالا مثلا ارور بده بهتون دیدید که الان ارور نداد خب حداقل اینجا ولی بهتره که اینجوری بنویسید خب این مطلب برای اسب گذاری خواستم بگم دو مثلا بچه ها وقتی اینجا ما حالا توی یه خط نوشیم میتونید اینجا بعد از این عضو آخر یک دوباره کاما بذارید سیف که بکنید میبینید که در واقع میشکنه یعنی مرتب میشه میاد پایین میاد کن کاما رو که من بردارم توی یه خط نوشته میشه آخری رو که کاما بذارم و سیف کنم میبینید که میشکنه و تو هر, هر, عضو میاره توی یه خط خب Uh, اینجوری به نظرم خاناتره ولی حالا باز اینم قانون نیست خب این از این خواهد خواستم کاما رو بگم و اسمه رو بگم یه اشاره بهش بکنم خیلی خب این از لیست حالا بحثی از بچه اینه که ما چجوری بیایم و به این دسترسی داشته باشیم بیایم مثلا من میخوام سپه رو چاپ کنم نمیخوام کل لیست رو چاپ کنم اول از همین پرینت رو من بیام در واقع کامنتش کنم این چی میگه آها میگه که هیچی وارنینگ میگه آقا تو از این فرست لیست استفاده نکردی خب مهم نیست من میخوام بیام مثلا سپره رو چاپ کنم چیزی که باید بدونید اینه که تو لیست هر کدوم از این المنت ها هر کدوم از این عضو ها خب یه ایندکسی دارم و ایندکس به ترتیب شروع میشه اولین اوز یعنی حالا اینجا در واقع سپهره ایندکسش صفره بعدی که 15 ایندکسش یکه بعدی که ایندکس در واقع عضو بعدی مونه ایندکسش دوه و مثلا من اینجا میتونم پرینت کنم, کنم. فرست لیستمو خب اسمو میارم میخوام خب دسترسی به یک آیتمشو بگم یک المنتشو بگم خب براکت بازو بسته میکنم اسمو نوشتم براکت بازو کردم ایندکس رو میذارم مثلا ایندکس صفر و در نهایت سمیکالن رو میذارم برنامه را میکنم و میبینید که سپر چاپ شد چرا؟ چون گفتم آقا بیا پرینت کن چی و ایندکس صفر این متغیرم که از جنس لیسته خب ایندکس صفر این متغیرم که از جنس لیسته حالا مثلا اگه مثلا ایندکس دو بذارید یه دوازد دو رو چاپ میکنه چون از سومه و ایندکسش دوه عضو اول ایندکسش صفره عضو دوم ایندکسش یک عضو سوم ایندکسش دو خب اینو از چاپ کردن یه دونه در واقع یک 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 لیست خیلی خوب حالا ما چیکار میخوایم بکنیم بچه حواستون باشه این من می‌خوام اینو به این شکل بنویسم اینو بذار یه کپی بگیرم اینجا کامنتش میکنم و میام پایین حالا میخوام این هم پاک کنیم فعلا. اصلا بزرگ کل رو پاک کنیم سریع ببین من خب اینجوری بگذارم list خب بگذارم اینجا end ببین چه شکلی این دقت بذار سفرم بزرگتر کنم قشنگی معلوم شد نکن. کن به این خب حالا بعدش اسم متغیر رو میخوام بذارم تایپش الان میگم اون چیه داستانشو الان میخوام اسمش رو بذارم الا خب و مساوی میذارم و یک لیستی تشکیل میدم مثلا دوازده سیزده چارده آخرم سه میذارم می خب ببین تو وقتی به این شکل مینی میگی که آقا لیست من شامل آیتم هایی است شامل در واقع المنت هایی است شامل عضوهایی است از جنس اینت ببین تو وقتی اینجوری بهش میگی که آقا عضو... اوزف لیستم لیست هم دیگه اینته نمیتونی اینجا به بذاری خب اصلا نگاه کن ارور رو نگاه میگه استرین نمیتونی بیاد آقا توی جایی که اینته که تو به من گفتی اینجا اینت میخوام عضوم اینته خب ولی اینجا اومدی استرینگ گذاشتی خب من ارور میدم خب پس به این شکل میتونی میگی آقا عضو های در واقع لیست من مثلا از جنس اینت باشه و حالا مثلا من این کوچیکش کنم و بیا پرینت کنیم الستی رو خب میبینیم که اون برامون در واقع پرینت شد حالا ما توی چون میخوایم بعدا بریم سراغ فلاتر دیگه خیلی نمیخوام واردشم حالا هر جا نیاز بود بیشتر راجع صحبت میکنیم خب توی فلاتر ولی مثلا بچه ها حواستون باشه مثلا یه سری قابلیت ها میتونیم داشته باشیم مثلا من اسم متغیر رو مینویسم اسم لیستم و داتو میزنم مثلا میبینید یه سری قابلیت ها هست مثلا میخوام اد کنم مثلا یه عددی و مثلا چه میدونم سی رو و بیام پرینت کنم از سی رو خب نیا کنیم اول لیستی من چی بوده؟ دوازه سیزه چارده بوده حالا از طریق این متود تونسته حالا متود رو میگم چی ها جلوتر شما فعلا شکلش رو داشته باشید که ما نو... یه دات گذاشتیم یه در واقع به صلاح چیزی رو صدا کردیم خب خیلی خوب میخوام یه لحنی بگم که مثلا هیچ سابقه برنامه‌نویسی نداشته باشی بدونی داتو گذاشتیم اسم متغیری اسم که از جنس لیست بودو گذاشتم داتو گذاشتم و نوشتم اد پرانتز باز بسته سی رو دادم توش چه اتفاقی افتاد نیا کن سی اضافه شد به لیست من اولش 12 14 بود ولی حالا 12 13 14 سی شد خب آه... یا مثلا حالا من این رو پرینت رو سارو... کمت قراره بیا می‌خوام بگم ls tman.len فشو پرینت کن آخرش هم که سمی‌کاله می‌ذاریم دیگه من حالا هر دفعه نمی‌گم خب ببین به با من سه داد چرا یه مرور با هم بکنیم اومد اینجا این لیست منو تشکیل داد خب این لیست منو تشکیل داد که 12 13 14 بود این چیزایی هم که در واقع اضافه کرده بودم اد و رو کامنت کردم دیگه اجرا نمیشه خب 12 13 14 گفتم آقا بیا پرینت کن چی؟ lsd.length خب حالا این چی به من میده؟ این به من طول اون لیست رو میده میگه اه آها رو شما باشه من به سه رو برگردونم چرا؟ چون سه عضو داره به من طول اون لیست رو میده تعداد عوضوهاش رو به من میده این هم از یک مروری برای لیست